حالا یه چیزی بهتون بگم در مورد اوضاع ایران و اونجا با یه دوست دانشجوم که قبلا به حساب باشون بودم توی دانشگاه بودیم باشون هنوز در ارتباطم. جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ چی میگن؟ اینا با استفاده از دین به حکومت رسیدن و با استفاده از این استفاده از چی میگن مذهب. حالا که به قدرت رسیدن و مردم آگاه شدن میبینن این دین کهنه و پوسیده دیگه جواب نمیده، شروع کردن نظریه پردازی کردن. یعنی خودشان اعتراف میکنن، اینا مثلا از دوسته به قول ما چی میگن حزب اللهی، ما باشون در ارتباطم شنیدم، میگن که هرچی آدم قبلا هرچی آدم کن ذهن و بی عرضه بود که هی نه میتونست دانشگاه بره نه میتونست کار پیدا کنه هیچی، میگفت بریم حوزه دیگه، از هیچ کاری از آدم بر نمیاد. خب اینا رو جدی خودشان مطرح میکنن، ولی الان جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده، گفته که ما تمام برچی همش این خپلا میان حوزه، بریم از تمام این نخبگان کشور، کسایی که چی میگن رتبای خوب تو کنکور کسب میکنن، کسایی که آیکیوی بالایی دارن و حالا یک از یه خانواده مذهبی آمدن یا به نوعی مذهبی هستن، اینا رو دارن جذب حوزه میکنن. مثلا دوست ما 4 سال تو دانشگاه مدیریت خوانده، الان رفته حوزه چیکار میکنه؟ تو حوزه علمی قوم رفته، اونجا تو اسلام دنبال مدیریت میگرده. عجب. آره و اقتصاد همینجور، کسی که با ما اقتصاد مخاندن دارن تو احادیث و قرآن اینا دنبال چیز میگردن، دنبال اقتصاد اسلامی میگردن. عجب. آره و این یک سرمایه گذاری خیلی عظیمی روی جریان کرده که این کار رو انجام بده. حالا چیز جالب ایه که به نظر من اگه شما برید تو شاهنامه فردوسی هم دنبال اقتصاد بگردی پیدا میکنی، دنبال مدیریت بگردی خب یعنی آخه شما وقتی یه هدفی رو داشته باشی توی هر کتابی بگه، الان بگو آقا مثلا قورباغه مقدس است، آره آقا اگر این تزت باشه شما هر کتابی به من بدی بالاخره 200 صفحه باشه، من بالاخره توش 4 تا جمله مستقیم و غیر مستقیم پیدا میکنم تفسیر میکنی اصلا که تفسیر کنم که آقا آره. بعد قورباغه مقدس است، اینم سندش اینجا گفته آره. به هر حال اسم قورباغه نیست ولی فامیلش هست یه جورایی آره. نزدیک به اون زده دیگه. این دوستم باش سو گفتم، حالا بهش گفتم تا رفتی حوزه تونستی مدیریت تو اسلام پیدا کنی، باز در نهایت اینا چیزی میکنن اصلا کلن ای امثال احمدی نژاد اینا که آمدن سر کار، پشت اینا یک جریان فکری خیلی قوی هستش که یعنی جریان شکل دادن. خب اینا چی میگن داخل ایران؟ اینا میگن که تمام این معیاری که غرب، تمام معیار جهانی که وجود داره، میگن اصلا اینا همه معیار غربی، ما تمام اینا رو زیر سوال، میگن اصلا این حقوق بشر، ما حقوق بشر اسلامی میخوایم، مثلا ما سازمان ملل قبول نداریم، سازمان ملل چه اسلامی میخوایم، همه چی رو میخوان زیر سوال ببرن، مثلا علوم اجتماعی میگه ما اینو قبول نداریم، علوم اجتماعی اسلام، همه چی رو میخوان اسلامیش کنن یا مذهبیش کنن. آخه حقوق بشر اسلامی یعنی چی؟ جهان بینیم، یعنی اینا میگن که مثلا ما اعتقاد داریم که آمدیم از طرف خدا، آمدیم محمد آمده و امام زمان داریم، ما همه چی عینک دین رو میزنیم، به همه چی با این عینک نگاه میکنیم. این بحثی که با دوستم کردم گفتم خب حالا شما رفتی حوزه، شما تونستی مدیریت پیدا کنی؟ گفت آره پیدا کردم. گفتم خب چی هست، چی جوری هست؟ بعد همین چند تا سوال کرد و اینا، گفت مثلا تو هدف چیه، نمیم چیکار میکنی، مثلا از کجا آمدی، به کجا میخوای برسی؟ گفت من از جایی نیومدم، من همینجا بودم. خب گفت نه این دنیا چجوری به وجود آمده؟ گفت من که خبر ندارم، ولی آخرین نظریه علمی که مثلا میگه از یه نقطه مثلا بیگ بنگ هست که اینجوری اینا. بعد در نهایت صحبت من به جایی نرسید، ولی اینا حرفشون اینه، میگه که اینا مثلا اروپایی ها یا غربی ها یا بقیه دنیا میاد محور رو بر انسان میذاره، ما میخوایم محور رو بر خدا بذاریم. یعنی اینا میگن که ما از یه دنیا آمدیم به یه دنیای دیگه میریم، شاید این مدیریت ما سود اقتصادی مثلا نداشته باشه ولی سود چیز داره، چی میگن سود به هوری و اینا داره.
ببین بود این این عین عوارض همون تفکری هست که از طبیعت گرایی ما رسیدیم به مهمل گرایی ماورا آره. طبیعت، اینم اثرشه. ببین وقتی انسان دیگه معیارش رو قاطی میکنه، از یعنی انسانیت دیگه انسان براش مهم نیست، وقتی انسان برات مهم نیست دیگه میگه مثلا خدا، حالا کدوم خدا؟ بعد بازه به تفسیر، آقا خدای من اینه، بعد میری اون ور ایران خدای اون یه چیز دیگه است، میری اون یه کشور خدای اون یه چیز دیگه است، در اینا نهایت میشه جنگ. در نهایت میخوام بگم که مثلا دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، اینا میگن که مردم مهمتره یا خدا؟ خب معلوم خدا مهمتره دیگه. اگه حالا اگه همه بخوان مثلا بر آقای خامنه‌ای رو نخوان، آقای خامنه‌ای که خدا فرستاده، او نمیاد حرف خدا رو زمین بذاره به حرف مردم گوش کنه، میگه مزنه مردم رو مثلا به زندان و شکنجه و مکشه دیگه. اینا وقتی چی میگن مشروعیت چون از طرف مردم دارن از دست میدن، دارن به یه چیز واهی. حالا خیلی از اینا هم چیز میکنن، شاید بتونن یک مقداری از جامعه رو قانع کنن، ولی متاسفانه یک جریان قوی با یک پشتوانه خیلی عظیمی چی میگم پولی و فکری و مالی توی کشور شکل گرفته که اینا چجوری بگم، انگار شما مثلا زنگ میزنی پیتزا سفارش میدی، غذا سفارش میدی، اینا دارن تئوری سفارش میدن، دارن ایدئولوژی سفارش میدن. و حالا یه عده واقعا به خاطر مذهب یا بالاخره هر جایی که منافع مالی باشه، خب عده زیادی جذب میشن دیگه. حالا این حرفی که متصدم میتونین در آینده احتمالا اثراتشون ببینین، یا خیلی از این که کسای دیگه که تو تلویزیون ایران مثلا میان به عنوان سخنران و متفکر، میبینین که همچی تفکری دارن که همه چی رو زیر سوال میبرن، میگن از نو ما باید همه چی رو از نو جدید بسازیم. حالا اونا نمیگن اسلامی بسازیم، ولی منظورشون اینه که مثلا ما تمام اینا رو چیز تمام این معیاری که تو دنیا وجود داره همه اینا رو زیر سوال میبرن. عجب. البته این بد نیست که همه معیارهای جهان رو زیر سوال ببریم. به هر حال در این کشورهای غربی مشکلات فراوان هست، نمیشه این کار کرد. اون ذهنیت ارباب رعیتی هست در بسیاری موارد، مشکلات هست، اما بالاخره چون اون پشتوانه حکومت قانون رو داره میشه با اینها به هر حال برخورد کرد و تا حدودی ایستادگی کرد و رأی خودت رو یا حرف خودت رو بزنی، به هر حال آدم میشه حرفش رو بزنه. ولی زیر سوال بردن خیلی هم خوبه همونجور که شما گفتین، ولی ای که ولی خودت هم ببینی دیگه، یعنی آره خودت هم زیر سوال ببری، یعنی اگر از خودت شروع از خودت باید شروع کنی، چون تغییر از خودت شروع میشه دیگه. مسئله ایه که همونجور که شما حالا مثال قورباغه رو زدین، یه موقع مثلا شما بهتون یه پولی میدن، میگن آقا شما 100 هزار دلار بگیر، شما ثابت کن قورباغه مثلا مقدسه، میری تو تمام کتابا میگردی، تمام سندا رو پیدا میکنی که قورباغه مقدسه. یه موقع هست حالا با انگیزه مالی یا بدون انگیزه مالی، شما میگه آقا کتاب بخوان ببین برداشت چیه، یا شما در مورد این قضیه فکر کن ببین بهترین راه حل چیه. مسئله ایه که تو ایران اینا دارن یک پشتبانی عظیم مالی میکنن که فقط یه نظریه رو ثابت کنن، اینا نمیخوان دنبال حقیقت که نمیگردن، اینا فقط میخوان همون چیزی که الان هست توجیه کنن، فقط این حکومت رو به هر طریقی شده توجیه کنن و براش تئوری و ایدئولوژی بسازن. اینا چی میگن سفارشی دارن کار میکنن، دنبال مثلا تو علوم اجتماعی دنبال بررسی اجتماع که نیستن، فقط دنبال توجیه کردن رفتار حکومتن. یا تو مسائل اقتصادی، تو هر مسئله مدیریت، یه جوری فقط دنبال توجیه کردنن، یا دنبال این که اون نظریه‌ای که وجود داره رو همش براشون چیز کنن، براشون یه توجیه علمی پیدا کنن. حالا خیلی مثلا بررسی که فکر کنم تو بی بی سی خبرش خواندم بررسی کرده بودن، تو ایران برعکس یه چیزی که شاید آدم به ذهنش برسه، خیلی وبلاگویی که چی میگن مفهوم مذهبی داره و محتوای مذهبی داره خیلی زیاده،
اینجوری نیست که همه آدمایی باشن که مثلا چیز باشه یا بی خدا باشن یا مثلا ایدئولوژی دیگه. خیلی وبلاگ‌ها خیلی زیادی هست که مثلا دارن چیزای مذهبی اینا دارن تبلیغ میکنن و می‌نویسن و چی میگن تبادل نظر میکنن.